الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسلام الدرود خدمة شما بینندگان عزیز هر جا که هستید سر بلند و سر فراز باشید و اما درس امروز ما در شرح صحیح بخاري درس شماري 90 هست و باب 22 حدیث 31 اه این باب همون باب 22 یک عنوان داره عنوان باب این هست و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحو بینهما آیه نوی سوره حجرات هست و این عنوان باب است این حدیث نیست آیه قرآن کریم هست که معنی آیه این هست که میفرماید هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختن در میان آنها صلح برقرار سازید و این طایفتانی من المؤمنین اقتتلوا فاصلحو بینهما اگر دو طایفه از مؤمنین قتال کردن با هم جنگیدند بین اونها صلح کنید این عنوان این باب هست و سپس امام بخاری حدیث میاره ببینیم حدیثی که امام بخاری, بخاری میفرماید این گونه میفرماید فسماهم المؤمنین این گفته امام بخاریه فسماهم المؤمنین خداوند اون دو گروه را که با همدیگه دیگه دارن میجنگند به مؤمنین اسمشون بود فرمود و این طائفتان من المؤمنین یعنی اگر دو دسته از مؤمنین با هم جنگیدند یعنی اگه دو تا از دو گروه از مسلمانان با هم جنگیدند با جنگشون کافر نمیشن نمیتونی به یکیشون بگی کافره به دیگه بگی مؤمنه خداوند به هر دوشون گفت و این طائفتان من المؤمنین دو طایفه از مؤمنان با هم جنگیدند میگه خداوند اونها را فسمهم این گفته امام بخاریه در واقع این گفتاری که امام بخاری میاره دقیقا فهم امام بخاری از این آیه هست یعنی فقهی که امام بخاری در صحیح بخاری نهاده است عنوان گذاری ها و این تعلیقات کوتاه است که الله متعال با این حال که عمل آنان از اعمال و رفتار و کفار می باشد در حدیث دیگری پیامبر فرمود قتال هم کفر خود جنگیدن فعل کفریه ولی به خود انسان نمیگی کافر به اون انسان مؤمنی که با انسان مؤمن دیگه می جنگه نباید بگی کافر خداوند اسمشون رو دو طایفه از مؤمنین نام برده است خب در اینجا درس بسیار عظیمی است این درس دو طایفه از مؤمنین با هم جنگیدند علی ابن ابی طالب و معاویه از یک طرف و علی ابن ابی طالب از طرف دیگه در جنگ سفین رخ داد یا علی ابن ابی طالب از یک طرف با سپاهیانی که همراهش بودند و در جنگ جمل مجموعه هم که همراه با ام المؤمنین عایشه بودند با هم جنگیدند ولی خداوند فرمود اگه دو تایفه از مؤمنین اینا دو تایفه از مؤمنین بودند که با هم دیگه جنگیدن پس ما حق نداریم که کسی از اونها را کافر بدونیم بگیم که این کافر چرا؟ چون با اون گروه مؤمن می جنگه. یا بگیم اون کافر چون با این داره می جنگه. یا بگیم هر دو کافرن چون دارن با هم دیگه می و قتل مؤمن یعنی جنگی جنگ بین مؤمنین جزو اعمال کفریه پس کافر نیستند بلکه مؤمن هستند خداوند اونها رو اهل ایمان نامید گفت من المؤمنین و این طائفتان من المؤمنین آیه نوع سوره حجرات است ارتباط بین این دوتا چی است؟ ارتباط بین آیه و عنوان باب که امام بخاری فرمود و سماهم مؤمنین چی هست؟ ارتباط این هست که در احادیث صحیح از پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام نقل شده است که جنگ و درگیری با مسلمانان کفره این فرموده از رسول الله فرمود سباب المؤمن فسوق و قتالهم کفر فرمود که سب و شتم انسان مؤمن فسق یعنی معصیت بسیار شدیده و جنگیدنشون هم کفره این حدیثی صحیح این حدیث آیا این کفری که پیامبر فرموده و قتالهم کفر یعنی جنگیدنشون کفره یعنی از دین اسلام خارج شدن یعنی کافر خارج از ملت شدند یا مقصود از این کلمه کفری که رسول الله علیه و السلام به کار برده مقصود این هست که از جمله خصال کفره دقیقا مثل نفاق وقتی پیامبر میفرماد که یکی از نشانه های نفاق دروغگویه یعنی اگر هر انسان مؤمنی دروغ گفت منافقه یا اینکه نه منافق نیست بلکه صفتی از صفات نفاق رو داره بله پس همینطوره ما در این زمان زیاد داریم کسانی که مؤمنن ولی دروغ میگن که زیاد خیلی زیادتر داریم کسانی که مؤمنند اهل ایمانند اهل طاعتند اهل عبادتند مخلصن ولی وعد خلاف میکنند پیامبر فرمود که از نشانه های نفاق وعد خلافه پس این اگر صفتی از صفات نفاق درش هست معنیش این نیست که منافقه و از دین اسلام بیرون رفته بلکه صفتی از صفات نفاق در اون بوده فعلی از افعال کفری و نفاقی رو انجام داده و همینطور در مورد کفر هم همین هست کفر اعتقاد نیست اینجا بلکه کفر فعله کفر اعتقاد با کفر فعل فرق داره این یعنی فعل بالفعل عملا عملی رو انجام داده که این عمل کفره عمل کفریه ولی خودش کافر نیست اون اعتقاد نداره بود ولی چه که از مفهوم این آیه برداشت می شود الله متعال گروه از مسلمانان را که با هم در حال جنگ می باشند را مؤمن تلقی نموده است فرموده است که اینها مؤمنند در حالی که رسول الله فرمود قتال مؤمن کفره پس مقصود از کفر در حدیث معنی این نیست که از دین اسلام بیرون رفتن بلکه معنی حدیث این هست که جنگ کردن مؤمنین با هم دیگه از صفات کفره از افعال کفاره انسان مؤمن باید از اون دوری کنه اینجا می با این وصف به این نتیجه می رسیم که از جمله کبائر هست گناهان کبیره هست ولی ایمان رو از انسان مسلمان سلب نمی کنه و این یکی از دلیل است که رد بر خوارج هست که خوارج مردم رو با این حدیث تکفیر میکردند. اگر مسلمانانی با هم می‌جنگیدند مثلا حضرت علی رو تکفیر کردند حضرت معاویه رو تکفیر کردند دو گروه رو با هم دیگه تکفیر کردند و تصمیم گرفتن همه رو بکشند و به قتل برسونند همونطوری که نتیجهشون این بود که موفق شدند در به شهادت رسوندن حضرت علی اما در مورد حضرت معاویه موفق نشدند و این و این فکر غلطی است و اما حدیث امروزمون حدیث شماره سی که حدیث این باب هست امام بخاری رحمه الله روایت میکنند بفرماید که حدثنا عبد الرحمن بن المبارک میگه حدثنا حماد ابن زید حدثنا ایوب ابن و ایوب و یونس یعنی دو تا دو نفر میشه دو سند از این بعد و عن الحسن بعد ايشون عن عن الاحنف بن قيس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني ابو بكر ابو بكر با ابو بكر فرق داره میگه اه احنف ابن قيس میگه میگه رفتم که این مرد رو نصرت بدم یعنی يعني برم پشتیبانش بشم کمکش کنم یاریش بدم همراه او باشم در جنگ بر علیه معاویه منظورش اینه که رفتم که همراه با علی بن ابی طالب باشم فلقی یعنی ابو بکر ابو بکره به من رسید فقال اين تورید گفتم کجا داری میری گفت که قلت و انصر روها در الرجل گفت میرم کمک میکنم به این وقتی که میرم مخصوص تنها نبوده حتما سپاهیانی همراهش راش بوده از قوم و قبیله چون احنف بن قیس رئیس قبیله بود گفت میرم این مرد رو کمک کنم نصرت بدم قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر قف من برجد من عليه الصلاة والسلام فرمود إذا لق إذا التقى مسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار أجر دوتا مسلمان شمشير بروي هم بكشاند هم قاتل هم مقتول در آتش جهنم فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ابو بكر میگه من قفتم يا رسول الله قاتل رو خب به قاتل کرده اما مقتول چرا در آتش جهنم بره قال انه كان حريصا على قتل صاحبه پیامبر فرمود چون اون هم حریص بود بر اینکه اون این رو بکشه یعنی فقط بحث اینجا کدومشون جلوتر از دیگری میزنه هر دو تصمیم به قتل داشتن هر دو تصمیم به گناه کبیره داشتن خب ترجمه حدیث احنف بن قیس رحمه الله میفرماید که به قصد یاری و همراهی این شخص این منظورش حضرت علیه از منزل خارج گشتم در مسیر را به ابو بکره رسیدم رضی الله عنه ابو بکر صحابی بود احنف من قیس تابعی بود با من روبرو شدیم و از من پرسید با این شمشیر در غلاف این شمشیر همراهش شمشیر تو آویزون به کمر بسته داری کجا میری؟ گفت که من هم در جواب گفتم احنف ابن قیس میگه میخوام بیاری این مرد یعنی علی ابن ابی طالب برم ابو بکر گفت که برگرد که زیرا پیامبر فرموده است من از پیامبر شنیدم هرگاه دو فرد مسلمان با شمشیرایشون در برابر یکدیگر قرار بگیرند قاتل و مقتول هر دو در دوزخ خواهند بود و گفتم یا رسول الله یعنی ابو بکر میگه دلیل دوزخی بودن قاتل معلوم است اما مقتول به چه دلیلی به دوزخ میرود رسول الله علیه السلام فرمودند که دلیل دوزخی بودن قاتل معلوم است اما مقتول گفت که ایشان در جواب فرمودند به دلیل اینکه او نیز آرزوی کشتن برادر مسلمانش رو در سر میپرورند نه تنها آرزو بلکه حریص بود بر اینکه م... طرف مقابل رو شمشیر کشیدن به هم اذا التقى المسلمان بسيفيهما یعنی بر روی هم شمشیر داره می جنگند در اینجا دیگه کسی نیست هر میخوان طرف مقابل رو بکشن بعد پیامبر فرمود به این دلیل هر دو اونها در آتش جهنم هستند که قتل مسلمان رو میکنند اما این حدیث یکی از مهمترین احادیثی است که اهل سنت و جماعت در مسئله چگونگی رفتار در زمان فتنه به آن استدلال می نماید یعنی اهل سنت این رو یک وسیله قرار داده است که در زمان فتنه باید فتنه رو ترک کرد و آتش معرکه و آتش قتل و کشتار رو خاموش کرد نه اون رو تون تر کرد اگر کسی بیاد این طرف و دیگری بیاد این طرف هر هر دو گروه میتونن برای خودشون نفرات و نیرو جمع کنند هر دو گروه میتونن از دیگران امداد بگیرند و نیروشون رو تقویت کنند و این جنگ همچنان ادامه خواهد داشت و تمومی نداره به خاطر همین خداوند در قرآن کریم هم فرمود و این طائفتان ای من المؤمنین اقتتلوا بین بینهما اگه جنگیدن بین اونها صلح کنید جنگ جنگ تا پیروزی در بین مسلمانان معنی نداره این رو نداریم در بین مسلمانان یک گروهی جنگ جنگ تا پیروزی بکنن و اصلا صلح براشون مثل خوردن زهر باشه در حالی که خداوند فرمود فاصلحوا فا بینهما بینشون صلح کنید مجبورشون کنید به صلح ولی اگر قبول صلح نکردن فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله با اونی که تجاوز کرده بجنگید اگر یکی بر دیگری تجاوز کرده بود ببینید این منهج اسلامه این روش اسلام در حل منازعات بین مسلمانان اگر جنگیدند با هم بینشون صلح کنید اگر یکی بر دیگری تجاوز کرد باش بجنگید فقاتل اللتی تبغی حتی تفیع الى امر الله باش بجنگید تا زمانی که برمیگرده به امر خدا و اون هم امر صلح و تن میده به عدالت این هست نه اینکه معرکه رو تنورش رو داغتر کنید و قتل ادامه پیدا بکنه و و این ادامه پیدا کنه صلح مهمه و صلح هم به این معنی نیست که باید حتما هر کسی بخواد صد در صد من حقمو میخوام کوتا اومدن از طرفی کم اومدن از طرفی به خاطر اینکه خونها ریخته نشود و انسانها جانشون در امان باشد این است که شعار اسلام بحث صلح بین مؤمنین هست شعار غیر اسلام و شعار کفر و شعار بدعت و خرافات این هست که جنگ جنگ تا پیروزی و همیشه شعارها همه جنگ همه کشتن همه لعنت کردن همه نفرین کردن همه بد دانستن دیگران هست و همیشه صلح رو به عنوان یک بعد از اینکه میلیون ها انسان کشته میشن بعد از اینکه چندین هزار خانواده بی پدر میشه بعد از ویران شدن و خسارتهای مادی بسیار فراوان اون وقت به اجبار قبول میکنه و اون هم به عنوان جام زهر و این دلیل نبودن فقه اسلام و فرهنگ اسلام هست بلکه این فرهنگی است که خود بزرگ بینی و خود رو حق دانستن و تمام مسلمانان دیگر رو باطل دانستن هست خداوند متعال وقتی که در این آیه فرمود و این طائفتان ای من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما و بین اونها صلح ایجاد کنید اگر دو گروه مسلمان با هم دو نزاع و درگیری شدند بین اونها صلح ایجاد کنید بر اساس این آیه قرآنی نزاع میان مسلمانان امری مخالف شریعت اسلامی می باشد مسلمانان باید حد دل امکان در صدد خاموش نمودن فتنه ها که در بینشون واقع شده این باشند نه اینکه اون رو بیشتر و شدیدتر کنند در سوریه مردم حقشون رو میخوان اینکه بشه شتابی به کمک ظالم بر علیه ملتی که نمیخوان این حاکم باشه اون هم با تری به راه مسالمت آمیزش نخواستند همیشه خون ریزی نتایج بسیار خطرناکی رو به وجود خواهد آورد که امروز هم میبینیم و در آینده هم بیشتر خواهیم دید خب اگه توانایی خاموش کردن فتنه رو نداشتند بر همگی آنان واجب است که در تلاش باشند تا به عنوان ابزاری در جهت گسترش فتنه قرار نگیرند اگه نتونستی خاموش کنی اعتزال کن همین کار رو کردن صحابه صحابه وقتی که دیدند که تن به صلح نمیدن رفتن اعتزال کردن کنار رفتن تا این فتنه خاموش بشه گفتن این ای فتنه بین مؤمنین باید این فتنه رو خاموش کرد و دوری از این فتنه اعتزال کردن اونها بود خدا می و تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان بر بر و تقوا بر نیکی و خیر با هم متعاون باشید نه بر گناه و معصیت و ایجاد دشمنی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تعاون و همکاری همکاری نکنید بر در ای مؤمنین در انجام گناه و ایجاد دشمنی مشارکت نکنید تعاون نکنید این آیه خیلی مهم هست که در اینجا میبینیم تعاون همکاری در مورد کسی که با نظام بشار اسد همکاری میکنه بهش اسلحه میده بهش پناه میده بهش انرژی میده بهش نیرو میده این 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 راهی نیست که اسلام اون رو گذاشته است بلکه راهی است که کفر اون رو میپسندد راه اسلام بر این هست که یا به مظلوم کمک کنید یا کنار بگیرید و اما آنچه در این حدیث با اشاره شد واقعه جنگ جمل می باشد که سبب وقوع آن آن دسته از منافقینی بودند که در صف سپاهیان حضرت علی بودند و امور عایشه تقس... بین این دوتا تقسیم شده بودند بین دو تا سپاه آنچنان که در کتاب تاریخ طبری به اسناد در صورت های مفصل دیگر اون اومده و در کتاب برنامه های دیگر هم به پرداختیم و این حدیث در اون موقع بوده و احرف بن قیس هم در اون وقت اومده پیامبر علی ساسم در جواب سوال ابو بکر که گفت که تلاش مقتول جهت به قتل رساندن طرف مقابل رو دلیل ورود مقتول با آتش جهنم معرفی کرد یعنی هر دو دارن در این زمینه کار می کنند یعنی هر دو میخوان دیگری رو به قتل برسونند بر اساس آنچه که در حدیث ذکر گردید در میابیم که فرد مقتول به سبب اینکه در یک درگیری با هدف قتل و خون ریزی با صلاح آماده در سر قتل طرف مقابل خود بوده است مستحق ورود به آتش جهنم میباشد یعنی این در بین مؤمنینه یعنی وقتی که در بین مؤمنین این وضعیت وجود داره نباید با انسان مؤمنی وارد جنگ و معرکه به قصد قتل بشید باید بدانیم که این گونه کرداری را نمیتوان فقط یک نیت قلبی نامید زیرا اگر فرد قاتل بر کشتن مقتول توانایی پیدا نمی نمود، اکنون فرد مقتول شخص قاتل رو به قتل سونده بود یعنی در واقع هر دو آماده کشتن طرف دیگری است بلکه به این گونه رفتار تلاش ناکام در جهت محقق نمودن آرزوها گفته می شود به همین سبب هر دو طرف در گناه شریکند هر دو, دو طرف در قتل و خون ریزی شرکت داشتند انسان مؤمن باید در چنین مواقعی قتل و کشتار رو اعتزال کند و از در صلح وارد شود این کاری است که اسلام می کند و این چیزی است که در این حدیث به اون توصیه شده است زیرا پیامبر اکرم علیه السلام آنان را باز, باز, با این حال مسلمان نامیده است و نفرمود که کافرن درسته که فعلشون فعل کفریه ولی خودشون مسلمانن ما هم نباید اونها را از دایره اسلام خارج کنیم و بگیم جای دیگری هستند غیر از اسلام بلکه مذهب اهل سنت و جماعت بر این اعتقاد هست که قاتل و مقتول در جریان یک درگیری هر دو مستحق آتش جهنم بوده و اگر الله متعال وعده خود را در قرآن را در حق آنان تنفیز نماید با آتش داخل جهنم خواهند رفت ولی کافر نیستند مسلمانند که مستحق عذابند و بعد از استحقاق عذابشون خداوند اونها رو وارد بهشت خواهد کرد و اونها رو میبخشد در این حدیث در حدیث عبادت بن ثابت که مضمون آن اینه که پیمان عقبه میباشد به نکته مهم اشاره میکنه میگه پیامبر در این حدیث بیان می نماید که گناهان کبیر هم مانند قتل همه تحت مشیعت است یعنی اگر خداوند بخواهد کسی رو وارد آتش جهنم خواهد کرد خب این گونه نیست که همه همه امور دنیا تحت مشیعت الهی هست خدا کسی نمیتونه چیز رو بر خدا اجبار کند بلکه همه اینها تحت مشیت بود اهل سنت هم در مورد جنگ هایی که در میان اصحاب یا و یاران پیامبر علیه الصلاه والسلام به وقوع پیوست راه سکوت را اختیار نموده اند و در مورد اونها نه راه سکوت رو بلکه برای اونها تعویل مثبت رو خواهند گفت و علمای اهل سنت معتقدند که اصحاب پیامبر برای شرکت در این وقایع در نزد خود دلایل رو دارا بوده اند هر کسی از اونها برای خودش دلیلی آورده است ما همونطوری که یکی از اهل علم گفت که وقتی که خداوند کمک کرد ما در اون زمان نبودیم که شمشیری به دست داشته باشیم الان چرا زبانهای من را غلاف نمی کنیم که در مورد اونها بد نگیم عملا حضور نداشتیم در اونجا الان بعد از 1400 سال زبان رو شمشیر کردیم و در مورد شخصیت های بزرگی که اسلام به وسیله اونها منتشر شده است رو به کار میبریم و بد میگیم <تصفح> اهل سنت معتقد هستیم که در هیچ برهی از زمان هیچ کدام از اصحاب قصد انجام گناه و معصیت را نداشته اند یعنی در این قتل یعنی به قصد قتال نرفته اصحاب پیامبر و بر ما نیز واجب است نسبت به همگی اصحاب پیامبر احترام لازم و حسن زن داشته باشیم و در موردشون به خوبی یاد کنیم اونها کسانی بودند که دین اسلام را یاری کردند و همراه پیامبر بودند خب برداشته حدیث رو میگیم یک <applause> شرکت در جنگایی که منشه آن فتنه برخواسته در میان مسلمانان باشد جایز نیست دو کسی که مرتکب گناهی از گناهان کبیر شود در نظر سنت و جماعت فاسق محسوب میشود شود نه کافر سه امام نووی در شرح بخ... صحیح مسلم گفتند که هر کس نیت انجام گناهی رو داشته باشد و بر انجام آن مصر باشد در نزد الله متعال گناهکار محسوب میگردد می یعنی نیت کرده و مصر بر انجامش چون م... در اونجا گفت که القاتل والمقتول و فی النار مقتولم در آتش گفت چرا چون مصر بود بر کشتن اه... طرف مقابل اما فقط موفق نشد تخریج حدیث رو هم به شما بگم و درس امروز رو به پایان میرسونیم امام مسلم ابن حبان در صحیحشون رو روایت کردن امام نسائی و ابو داود ابن ماجو و بیحقی در سنن امام احمد و بزار در مسند امام تبری در معجم اوسط و امام لالکایی در شرح اصول اعتقاد اهل سنت و جماعت همگی این حدیث رو از طریق حسن بصری روایت کردند این هم تقریج حدیث بود تا برنامج دیگر همه شما به خدای بزرگ وصلى وصل الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين